من فریبا اقدامی هستم. اینجا نیازی نیست که ما نسبت تیراژ کتابای چاپ شده در سال رو به 72 میلیون جمعیت ایران محاسبه کنیم. یا خبر داشته باشیم که تیراژ کتابای درسی و کمک درسی چندین برابر کتابای غیر درسیه. بدون دقت کردن تو این آمارا هم میتونیم بفهمیم که ما خیلی خیلی کم کتاب میخونیم. و آیا خبر دارید که شهرهای کوچک بسیاری تو کشور ما وجود دارن، مثل نگور تو جنوب شرقی ترین نقطه ایران، که حتی یک کتاب فروشی نداره و تنها کتاب خونه شهر 3/4 شبانه روز بسته است؟ یا شهرهایی مثل بروجرد با سابقه تاریخی با 340 هزار نفر جمعیت که فقط یک کتاب فروشی داره؟ میخوام بگم بدون دونستن وضعیت کتاب و کتابخونه در کشور، نشونه های بزرگی صاف جلو رومون ایستاده و هر روز محکم میخوره به پیشونیمون تا به ما بگه ما اهل خواندن نیستیم. خشک شدن دریاچه ارومیه، تخریب جنگل ها، قطع بی رویه درخت های سبز برای ساخت برج و پاساژ، نابودی گونه های جانوری، آیا بیشتر از اینا نشونه لازمه تا به ما بگه، تا ما باور کنیم که ما رفتار شایسته ای با خودمون و با طبیعتمون نداشتیم و نداریم؟ ما اون چیزی که باید برای توسعه پایدار یاد می گرفتیم هنوز یاد نگرفتیم. ما به قدر کافی به خواندن اهمیت نمیدیم. ما به قدر کافی نمی خونیم. ما برای همین هم هست که گفتگو نمی کنیم. نه با خودمون، نه با همشهریامون، نه با مردم جهان. تازه گفتگوهامون کیفیت لازم هم نداره. روشن و شفاف و چاره‌ساز نیست. توی چنین وضعیتی نمیدونم براتون پیش اومده که یه کتابی رو بخونید بعد با خودتون بگید که کاش همه دوستانم، کاش آشنایانم، کاش همکارانم، اصلا کاش همه مردم شهرم فرادست و فرودست این کتاب رو میخوندن، کاش همه با هم اصلا میخوندیم تا بیشتر بفهمیم. بهار سال 1391 بود، من کتابی رو میخوندم به اسم درباره آزادی از جان استوارت میل. هر فصل کتاب رو که تمام میکردم، کتاب قدیمیه، که تمام میکردم موقعیت‌های اجتماعی رو که تو این سال‌های اخیر تجربه کرده بودم به یاد می‌آوردم و با موقعیت‌های اجتماعی و حقوق شهروندی که تو کتاب داره بررسی میشه هی مقایسه میکردم و با خودم فکر میکردم که اگه یه چنین کتاب‌هایی در جامعه ما جمع‌خوانی بشه، چقدر توان مدارا و چقدر توانایی تحمل اختلاف عقیده در جامعه ما افزایش پیدا می‌کنه. من اون سال به 120 نفر در اون بهار من به 120 نفر پیام فرستادم که من میخوام حرف جان استوارت میل رو تو کتاب درباره آزادی بهتر بفهمم. آیا حاضرید با هم بخونیم؟ از اون 120 نفر 15 نفر پذیرفتن. بعدها بیشتر و بیشتر تا شدیم یک گروه. و تو جریان مدتی که ما داشتیم این کتاب رو با هم میخوندیم که شاید 2 یا 3 ماه طول کشید، یه روز یکی از بچه‌ها، یکی از اعضای فیلم سینمایی آورد که زمینه اجتماعی کتاب رو نشون میداد. تا جلسه بعد تونستیم یه مقاله هایی پیدا کنیم که درباره آزادی بود، به فهم کتاب کمک میکرد. جلسه بعد یه نفر یه پاورپوینت ساخت در مورد زندگی نویسنده. تا هفته های بعد مقاله های انگلیسی که در نقد کتاب پیدا کرده بودیم، 2 تا از اعضا پذیرفتن که این مقاله ها رو نقد کنند و در اختیار گروه ترجمه کنند و در اختیار گروه بگذارن. و به تدریج مجموع سوالات کلیدی رو که در هر جلسه به کار می بردیم برای اینکه موضوعات کتاب رو به بحث و گفتگو بکشیم، این مجموع سوالات رو جمع آوری کردیم و دست آخر تونستیم با جستجوی بسیار یه فهرست تدارک ببینیم از مجموعه کتاب هایی که در کشور ما الان موجوده، نوشته شده یا ترجمه شده درباره آزادی. ما متوجه شدیم که همه این عناصر ابزار میتونه یک بسته کتاب یا بوکیت رو بسازه و داشتن این ابزار میتونه همخوانی رو، جمعخوانی رو، جمعخوانی یک کتاب رو عمیق‌تر و آگاهانه‌تر کنه. اینطوری بود که ما تصمیم گرفتیم که برای هر کتابی که در گروه میخونیم یک بسته کتاب بسازیم. این بسته کتاب در مورد آثار داستانی خیلی رنگارنگ‌تر از آب در میاد. علاوه بر اون مواردی که گفتم، نمودارهای متنوع شخصیت، فیلم اقتباسی اگر ازش ساخته شده،
یه مقاله که ویژگی های سبکی اثر رو نشون بده، مجموع نقدایی که از اون کتاب نوشته شده و موجوده، هر فیلم یا انیمیشنی که به موضوع اثر مرتبط باشه، فهرست دیگر آثار نویسنده و دست آخر فهرستی که تم و موضوعش مضمونش شبیه به این اثر باشه. مجموعه اینها بوکیت رو میسازه و ما میتونیم در جهک افتخار کنیم که اولین گروهی هستیم که تونستیم بوکیت رو بسازیم، به فکرش افتادیم، طراحی کردیم و برای مجموعه کتابی که در 4 سال خوانده شده در گروه، این بوکیت ها ساخته شده و موجوده. این بوکیت ها علاوه بر اینکه خواندن رو عمیق‌تر و آگاهانه‌تر میکنه، یک اتفاق دیگه هم پیش میاره، اینکه تلاش برای تهیه و تدارکش، مشارکت رو در گروه افزایش میده. ما فرض بگیرید توی مثلا کتاب دنیای قشنگ نو از آلدوس هاکسلی، وقتی فکر میکنید که آیا میشه، من بهتون میگم که میشه افزاری رو داشت که دلیل رفتارهای مصطفی موند رو باش بهتر بفهمید، یا نمونه بهتر دارید برادران کارامازوف رو میخونید از داستایفسکی، در مورد فئودور وقتی به خودتون میگین آخه این چرا انقدر چندش‌آور و نادونه، چرا این اینجوری رفتار میکنه، حتما میشه از ابزارهای کمک گرفت برای فهم شخصیتش و انگیزه های پنهانش. ما سال به سال کتابهای مختلفی رو تو این گروه خوندیم، با هر کتاب یه مشکل اجتماعی و چندین موقعیت به گفتگو گذاشته میشد. یه چیزی رو باید حتما بگم، اینکه تمام این جریان ها با آدم هایی اتفاق میفته که این آدم ها وقتی به گروه میان طبیعتا دغدغه هایی که از زندگی فردیشون و از تجربه های اجتماعیشون دارن با خودشون به گروه میارن و از پس این دغدغه هاست که به دنیای نویسنده و کتاب نگاه میکنن. اینو نباید فراموش کنیم. به تدریج این ماجرای شکل گرفتن جهک بود که خدمتون گفتم. جهک به این ترتیب شکل گرفت، سازمان مردم نهاد، جریان همخوانی کتاب با هدف گسترش خواندن، تقویت فرهنگ گفتگو و مشارکت، که با برگزاری بدون وقفه نشستای هفتگی کتابخوانی برای اعضای خودش و اجرای طرح‌های کوچیک و بزرگ تو سطح شهر داره تلاش میکنه که ما هم بیشتر و هم عمیق‌تر بخوانیم، بیشتر از قبل از خواندن لذت ببریم و در این فرایند خواندن مهارت‌های حل مسئله، مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری رو در خودمون و در مخاطبمون بتونیم افزایش بدیم. تو همین جستجوها بود که ما به نظرمون رسید که بهترین سیستم، چون این فعالیت‌های مردم نهاد به هر حال در هر حال نیاز به یک سیستم داره که شما بتونید، یک ساختار نیاز داره که شما بتونید توش فعالیت کنید، بهترین سیستم به نظرمون رسید، یا یکی از بهترین سیستم‌ها به نظرمون رسید، که مدرسه است. مدارس ما در ایران بیشتر از هر جای دیگه به این تکاپو نیاز دارن. اونا یه سرچشمه‌های بی‌پایانی هستن به واسطه دانش آموزانشون، از نیرو، استعداد، خلاقیت که متأسفانه اگر خردمندانه مدیریت نشن خیلی به سرعت این سیستم ها در این نیروها رو تلف میکنن و همون جوری که شما بهتر از من میدونید بچه ها تبدیل میشن به ماشین های تستنی. ما به سراغ مدارس رفتیم و اینطوری طرح ماراتون کتابخوانی در مدارس شکل گرفت. من اینجا میخوام یه پرانتز باز کنم، من فقط به خاطر فرصت کم یکی از طرحهایی رو که جهک اجرا کرده دارم براتون میگم، آخرین و تازه ترین طرح. این طرح الان 3 ساله که داره در تهران اجرا میشه. تو سال اول توی 3 مدرسه اتفاق افتاده، سال دوم در 7 مدرسه اتفاق افتاده، امسال داره در 10 مدرسه اجرا میشه. مدارس دبستان تا دبیرستان، دخترونه پسرونه، تو نقاط مختلف شهر اتفاق میفته. و حالا اصل طرح چیه؟ ماجرا اینه که ما با بچه‌ها قرار میذاریم که شما و ما، همه کسایی که در طرح شرکت میکنن، روزانه حداقل 20 صفحه کتاب غیر درسی بخونن. و چجور اتفاق میفته؟ اینکه ما با کمک خود بچه‌ها و معلمانشون باید ساختاری رو شکل بدیم. توی اون ساختار عوامل جلب مشارکت دانش آموزانی که هیچ وقت کتاب نمیخونن رو باید پیدا بکنیم، عوامل بازدارنده رو تشخیص بدیم و با کمک اینها، عوامل جلب مشارکتشون، عوامل بازدارندهشون، بتونیم زمینه تداوم فعالیت این بچه ها رو توی طرح تدارک ببینیم. اینا به زبون ساده‌تر یعنی چی؟ یعنی که ما باید اول از همه بتونیم در این بچه ها ایجاد انگیزه کنیم.
باید بتونیم برای دانش آموزانی که به جرئت میگم 90 درصدشون هیچ وقت کتاب غیر درسی نمیخونن، بهترین و مناسبترین کتاب رو تدارک ببینیم. باید بتونیم سازوکار اجرایی طرح رو در مدارس سامان بدیم. یعنی چی؟ یعنی مدیر رو، معلمان رو و حتی والدین رو با خودمون همراه کنیم و این کار بسیار دشواریه. تو این فرایند میبینیم که نتیجه این فرایند کتاب خونی بر همه این اضلاع، یعنی والدین، اولیای مدرسه و خود دانش آموزان تأثیر میگذاره. تو نخستین سال اجرای طرح ما با 360 دانش آموز تونستیم تو مدت 3 ماه از مرز 500,000 صفحه بگذاریم که به نظر من حیرت انگیزه. اما موانع چیه؟ موانع میگن اصلا واسه چی باید کتاب بخونیم؟ میگن دانش آموزان معلمان نگرانن که اگر بچه‌ها کتاب بخونن دیگه تکالیف درسی رو جدی نمیگیرن. میگن اصلا خانواده‌ها از ما کتابخونی نمیخوان، خانواده ها نمره قبولی و نهایتا قبولی در کنکور رو میخوان. میگن اگر بچه‌ها کتاب بخونن پس اون وقت نمره قبولی تو کنکور، تو آزمون نهایی، تو آزمونای جامعه، تو پایان سال، تو اینا چی میشه؟ میگن اصلا دست آخر، این آخرین حرفیه که میزنن، که بچه‌هایی که تو ماراتون شرکت میکنن دیگه تو جامیز دارن سر هر کلاسی کتاب میخونن، شبای بیدار میمونن تا دیر وقت و یواشکی کتاب میخونن. و اینا تنها موانع و مشکلات پیش روی ما و طرح ماراتون نیست. من باید بهتون بگم که تعداد بسیار زیادی از این بچه‌ها که تو ماراتون شرکت میکنن پول کافی برای خرید کتاب ندارن و بچه‌های بسیار زیادی هستن که پول دارن ولی کتاب تو سبد خریدشون جایی نداره. و از همه اینا مهمتر، همه این موانع رو بذارید این طرف، یه چیزی هست این ور که از این خیلی سنگین‌تره، این که ما در مدارسمون نیروی متخصص نداریم. کار کتابخونی تو مدرسه نیروی متخصص میخواد، آدمی که مشتاق خواندن باشه، آشنا باشه و بخواد و بلد باشه که چجوری فرایند کتابخونی رو توی کلاس تبدیلش بکنه به یک جریان، به یک فعالیت لذت بخش. اما با همه این دشواری‌ها این کار تیمی اتفاق افتاد. راستش از چشم ما مهمترین و بهترین چاره این بود که ماراتون بتونه اول از همه مدیران مدارس و معلم‌ها رو با خودش همراه کنه. یعنی معلم‌ها و مدیران در ماراتون شرکت کنن. یا حداقل همزمان با دانش آموزان معلم هم بخونه. اینجوری بود که باید به فکر افتادیم که خب چه کار باید بکنیم. تا اینجا در این 3 سال ماراتون فقط برای دانش آموزان بود. معلم ما با رابطهایی ما با معلم در تماس بودیم و بهش آموزش میدادیم. راستش تمام آنچه که ما در جهت گرد آورده بودیم تو این 3-4 سال در این کار بسته شد، به کار گرفته شد. فرستای توصیفی، فیلم ها، انیمیشن ها، کارگاه های آموزشی، بوکیت ها، از همه اینا مهمتر تجربه ارزشمند چند تن از اعضا که سالها تجربه کتابخوانی با بچه‌ها داشتن، با گروه‌های مختلف سنی داشتن. و یک عنصر بسیار ارزشمندی که ما یک گروه جوان و همدل داریم، گروهی که به تدریج در جهت آموزش دیدن که چطور در مدرسه همخوانی کنن، چطور برای هر کتاب فعالیت طراحی کنن و چطوری در فرایند خواندن در هر کلاس مهارت‌های تجزیه تحلیل و حل مسئله رو به بچه ها به شکلی لذت بخش آموزش بدن. حالا فرض کنید که توی کلاس بینوایان ویکتور هوگو رو خوندن، 2 ماه طول کشیده. حالا اگه از یه گروه بخواین که برید یک روزنامه بسازید، طراحی کنید و بسازید که انگار مال اوایل انقلاب فرانسه است، با تیتر و سوتیتر و خبر و آگهی و همه چی. خب انگار روزنامه‌ایه که به دست ژان والژان و کوزت رسیده که در حال فرار بودن توی مسافرخونه، این روزنامه به دستشون رسیده. یا توی کلاس دیگه داریم که کتاب ناتور دشت سلینجر رو خوندن. از یک گروه از بچه‌ها می‌خوایم که برید با کمک معلمتون 10 تا موقعیت از این کتاب رو انتخاب کنید، آدم‌هایی رو از اطرافیانتون پیدا کنید، اونا رو مجاب کنید که باهاتون همکاری کنن، ماجرای کتاب رو براشون بگید، ماجرای اون موقعیت رو بگین تا حس و حال مناسب رو بگیرن و سر و شکل ظاهر این آدم‌ها رو هم مناسب اون دهه خاص بکنید، لباس مناسب براشون فراهم کنید. خلاصه اون موقعیت رو بسازید، ازشون عکاسی کنید، یا آلبوم بسازید از 10 موقعیت متفاوت، هر موقعیت 2 یا 3 عکس. یا تو همین کلاسی که ناتور دشت خوندن 2 تا 3 تا بچه هستن اون گوشه که این کتابو دوست نداشتن،
نتونستن باش ارتباط برقرار کنن. از اینا بخوایم که بابا جون برید هر کتابی که دوست دارید، هر چه که هست، خب برای اون کتاب دلخواهتون هر چه که هست یه پاورپوینت بسازید، اون پاورپوینت رو به ما نشون بدید و ما بگید چرا این کتاب رو دوست دارید. ازتون میپرسن خب تو اون پاورپوینت چی باید به کار ببریم؟ بهشون میگیم که بخشای برگزیده کتاب، عکس نویسنده، یه موسیقی که حس و حال و فضا شبیه این اثره، یا هر چیزی که تو صلاح میدونی، تصاویری از مکانهایی که تو کتاب نام برده شده، یا با هر چی که دوست داری. بعد بهش فرصت بدیم با احترام بیاد در کلاس پاورپوینتش رو نشون بده و برای بچه‌ها توضیح بده که چرا این کتاب رو دوست داشته. تو مجموعه این فعالیت‌ها شما می‌بینید که دانش آموزان اشتیاق بسیار از خودشون نشون میدن برای ساختن و به دقت کتاب رو چندین بار بازخوانی میتونن بکنن. اما وقتی بدونیم که برای انجام فعالیت‌های کتابخونی تو مدارس ما در نظام آموزش رسمی کشور ما هیچ زمان مشخصی وجود نداره، دیده نشده، و هر معلمی برای اینکه بتونه این فعالیت‌ها رو انجام بده باید از زمان درس خودش کم کنه تا این اتفاق رخ بده، اون وقت متوجه میشیم که ماراتون چاره‌ای نداره. اگر بخواد به کار خودش تداوم بده باید بتونه معلم‌ها رو با خودش همراه کنه. از چشم من معلمان و مدیرانی که بتونن بیشتر از پیش و به قدر کافی لذت خواندن رو خودشون تجربه کنن، ضرورتش رو درک کنن، اون وقت میشه امیدوار بود که اینها در برنامه‌ریزی‌هاشون، در اولویت‌بندی‌هاشون، در طرح درس‌هاشون تغییراتی رو ایجاد می‌کنن تا فضایی باز بشه برای انجام این فعالیت‌ها. و من میدونم که این اتفاق میتونه بیفته. بسیار دشواره ولی میتونه بیفته. اینه که الان یکی از تازه ترین فعالیت هایی که جهک درگیرشه برگزاری نشست های ماهانه است که برای معلم ها، مدیران، کتابداران و حتی والدین بچه ها تدارک دیدیم. ماهانه این نشست ها برگزار میشه در یک فضای بسیار زیبا، واقعا زیبا. من دعوتتون میکنم که یک بار بیایید با یک شرایط واقعا دلخواه. اینا ماهی یک بار جمع میشن در یک نشست دو ساعته، یک کتاب کم حجم در اختیارشون قرار میدیم، اون کتاب در همون نشست هم خوانی میشه، گاهی وقتا حتی به شکل یک نیمچه نمایشنامه خوانی، و براش کلی وقت بچه های من میذارن و تو همون جلسه کتاب گفتگو و نقد میشه. تو این فرایند کمترین دستاورد اینه که معلم های ما، مدیرای ما، اولا اون ساختار از بالا پایین شکسته میشه، فرصت دارن گفتگو کنن، هیچ کی برتر از اون یکی نیست، همه حق حرف زدن دارن، یاد مهارت تجزیه تحلیل، مهارت همکاری، مشارکت، و اینکه چجوری من اختلاف عقیده رو، اختلاف نظر رو بتونم تاب بیارم، برداشتای مختلف از یک متن رو بتونم بپذیرم، اینا کمترین دستاورداست. و من مطمئنم از دل این حرکت ها، ایده ها و طرح ها یک جریان ساخته میشه. از توی این جریان نهاد یا نهادهایی میتونه شکل بگیره که این بار با کمک خود مردم و خصوصا با کمک کودکان، نوجوانان و جوانان کشور برای کاستی ها و تنگناهای نظام آموزشی راه حل هایی پیدا و اجرا بشه. و حتی من امیدوارم که میتونیم برای تنگناهای اجتماعی راه حل هایی پیدا و اجرا بشه. من فکر میکنم که ما با برنامه‌ریزی دقیق، با یادگیری مستمر، با سنجش عملکرد مداوم میتونیم روزی رو ببینیم که تغییر دانش آموزانمون، معلمانمون، مدیرمون، والدینمون، آدمهایی رو که طراحان و تصمیم گیرندگان نظام آموزشی هستن، اینا رو وادار به تغییر و تحول و بازاندیشی کنه. من مطمئنم که برای مشکلات بزرگی که تو کشورمون وجود داره باید همگی با همدیگه دنبال راه حل بگردیم، و فکر میکنم توی این مسیر هیچ مهارتی بیشتر از خواندن، یادگیری و مشارکت برای ما ضروری نیست. من همه شما رو دعوت میکنم به شکلهای مختلف خواندن، و مطمئنم من، شما، همه ما با هم میتونیم کمک کنیم، اول خودمون و بعد اطرافیانمون، تجربه های مختلف خواندن رو پربارتر کنیم. فکر کنم حالا وقتشه که براتون بگم که خواندن، وقتی میگم خواندن فقط منظورم کتابخوانی نیست. کتابخوانی ساده ترین شکل خواندنه. منظور من از خواندن درک و دریافت احساسات، اندیشه ها، تجربیاتی است که در این سیاره شکل گرفته.
وقتی شما به یک اثر هنری نگاه میکنید، مثل تماشای یک تابلو نقاشی، این یه جور خواندنه. دیدن یک اثر هنری مثل یک مجسمه، یک قطعه نمایش، گوش دادن به یک موسیقی و ارتباط برقرار کردن باهاش نوعی خواندنه. فهم تفاوت انسان‌ها و احترام گذاشتن به این تفاوت‌ها، دقت کردن و اندیشیدن به کنش‌های انسانی و اتفاقات اجتماعی شکل دیگری از خواندنه. احترام گذاشتن به اختلاف عقاید و در نهایت حقوق فردی و اجتماعی انسان‌های دیگر را رعایت کردن شکل دیگری از خواندنه. و جهک سعی داره تو دایره 2000 دانش آموز، دانشجو، والدین، معلم و مدیرانی که داره باهاشون کار میکنه به این شکل‌های مختلف خواندن دست پیدا کنه. سپاسگزارم ازتون. متشکرم.